سوال شماره 19، قرابت معنایی. از کدام بد مفهوم ناتوانی عقل دریافت می شود؟ یک، با چرخ. چرخ یعنی آسمان، چون می چرخه. در گذشته اعتقاد قدمایی بود که آسمان بالا سر ما می چرخه، که نماد سرنوشت هست در واقع. با چرخ مکن حواله، یعنی اگر بدبختی به گردن آسمون ننداز، حواله به آسمون نده. کن در راه عقل چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. یعنی در راه عقل اگر درست ببینی، اگر عاقلانه فکر کنی، میفهمی که این آسمان، این که تو همه چیز رو به گردن اون میندازی، از تو هم بدبختره. چرا؟ چون آسمان کار این نیست، خواست خداست که در همه چیز جاری و ساری هست، که گزینه یک ناتوانی عقل رو نمیرسونه. گزینه دو، گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ و نام را. ننگ یعنی بچه ها آبرو، نامم خوشنامی. گروهی از ملامتیون در گذشته عرفایی بودند که بهشون ملامتیون میگفتند، که سرزنش رو برای خودشون میپذیرفتند. اینها کسانی بودند که دوست داشتن که از اونها بدنامی در نزد مردم و خوشنامی در نزد خداوند بمونه. میگه که عقلا میگن که بدنامیه که شما آبرو و خوشنامی رو نمیخواید. بنابراین گزینه دو تأکید میکنه که خوشنامی از بدنامی بدتره، بدنامی بهتر از خوشنامی است، که هیچ ربطی به صورت سوال نداره. سه، دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح آنچه بر اون مشکل بود. میگه دل من، دل عارف، احساس، عشق به سراغ پیر خرد رفت، عقل رفت، و از او نقل معانی خواست. یعنی اینکه در واقع خرد به دل داشت آموزش هایی میداد، هر جا گیر میکرد آنچه بر او، یعنی بر عقل، هر چیزی که مشکل بود، عشق شرح اون چیزی رو که مشکل بود رو میگفت. یعنی عشق چیزی رو که عقل نمیفهمید توضیح میداد، و به شرح هم توضیح میداد. برتری عشق به عقل، ناتوانی عقل در برابر عشق. گزینه 3 صحیحه. گزینه 4 رو هم توضیح میدیم. عقل و دولت قرین یکدیگرند. عقل و دولت، یعنی هر چقدر عقل داشته باشی، دولت یعنی خوشبختی. هر چقدر عقل بیشتر، خوشبختی بیشتر. هر کرا عقل نیست، دولت نیست. عقل نداشته باشی، خوشبختی نداری. که اینجا اتفاقا تأکید مونه که عقله که باعث توانایی و خوشبختی میشه. گزینه 3 صحیحه.